با سلام و درود خدمت شما دوستداران زبان آلمانی و کشور آلمان. با مجموع آموزشی لغت روز در خدمت شما هستیم. این اولین ویدیو در سال 2021 هست و امیدوارم که شما کریسمس رو به خوبی گذرانده باشید و سال جدید رو با قدرت و هدف گذاری و خیلی عالی شروع کرده باشید. خب در این قسمت میخوایم ببینیم که توی سال 2021 چه چیزایی تغییر میکنه، یه قوانین تغییر میکنه. با هم میایم اینجا میبینیم که چه قوانین تغییر میکنه که شاید به درد ما بخوره. خب اینجا سایت ZDF رو داریم، اینجا لیست کردن که چه قوانین امسال تغییر میکنه. خب میریم با هم میبینیم. واس ändert sich im Jahr 2021. خب بریم اولین قانونو. مینسلون اینجا گفته که حداقل حقوق کار از اول یانوار بیشتر میشه، به 9 یورو 50 سنت بیشتر میشه. در گزتلیشه مینسلون نشتایگ سوم ارستن یانوار آب 9 یورو 50 یورو پرو شتونده. بعد گفته بعدش توی یک دوره 6 ماهه باز دوباره بیشتر میشه، میره 9 یورو 60 سنت میشه. بعدش توی دوره 6 ماهه بعدی بیشتر میشه، 9 یورو 82 سنت میشه. و اینکه تا سال بعد اول ژوئیه 2022 میشه 10 یورو 45 سنت. یعنی اینکه تا سال بعد توی دو تا دوره 6 ماهه بیشتر میشن اینا هر کدوم، و اینکه سال بعد تو در ژوئیه میشه 10 یورو 45 سنت، یعنی حداقل حقوق کاری ساعتی. اول میشه 9.50 سنت، بعد میشه 9.60 سنت، بعد میشه 9.82 سنت. در آخرم که سال بعد برج ژوئیه هست میشه 10.45 سنت. میندسلون یعنی حداقل حقوق کاری ساعتی افزایش پیدا میکنه. خب این بود از اولین خبرمون. بریم دنبال دومین خبرمون. سولیداریتت سوشلگ این گفته که دی سولیداریتت سوشلگ ویت سون استن یانوار برای 90% کسایی که این مالیات رو پرداخت میکنن قطع میشه، دیگه لازم نیست این مالیات پرداخت کنن. این سولیداریتت سوشلگ واسه مالیاتی بود که از سالش نمیدونم از کی هست، ولی خب از خیلی وقتی که واسه ساخت آلمان شرقی، چون آلمان شرقی خیلی فقیر بودن و اینا، یک مالیاتی رو واسه اونا پرداخت میکردن. کسایی که مالیات پرداخت میکردن توی آلمان واسه ساخت مثلا آلمان شرقی، و اینکه از امسال از اول یانوار برای 90% کسایی که اینو پرداخت میکردن دیگه قطع میشه، دیگه لازم نیست پرداخت کنن. بعدش گفته که واسه 6.5% بعدی زولن این دان نور نخ تایل ورز سالن، یعنی اینکه 6.5 اینجا گفته 90% لازم نیست پرداخت کنن، میمونه 10%. 6.5%شون گفته کامل پرداخت نمیکنن، یه بخشی رو پرداخت میکنن. به اینکه گفته نسبت به درآمدی که داره هست، و اینکه اون 3.5% باقی مونده رو کامل پرداخت میکنن برای این نوع مالیات. اینم یه نوع مالیات بود که تا الان همگی هر کی مالیات پرداخت میکرد و اینم جزوش بود که پرداخت میکرد. از امسال واسه 90% دیگه لازم نیست پرداخت کنن. برای 6.5% هم نسبت به اون درآمدی که دارن باید یه بخش رو پرداخت کنن، واسه 3.5% دیگه باید کامل پرداخت کنن. خب بریم ببینیم دیگه امسال چه تغییر میکنه. کیندرگل پول بچه، این شاید واسه کسایی که بچه دارن و خیلی جالب باشه.
اب دم 1 یانوار گیبت اس پرو کیند 15 یورو مر کیندرگلد. گفته از اول یانوار واسه هر بچه 15 یورو اضافه میشه به کیندرگلدش. بعد گفته که برای اولین و دومین بچه پدر ما در 219 یورو ماهانه دریافت میکنن، برای سومین بچه 225 یورو و از چهارمین بچه 250 یورو دریافت میکنن کیندرگلد. بعد اینکه گفته auch der Kinderfreibetrag steigt ein Ehepaar kommt so insgesamt auf eine Summe von 8.388 Euro jährlich auf keine Einkommensteuerpflichtige. خب اینم گفته Kinderfreibetrag هم بیشتر میشه. خب گفتیم اینجا دیدیم که Kindergeld هم بیشتر میشه واسه هر بچه 15 یورو بیشتر پرداخت میکنن کیندرگلد. پس این ماه یا از ماه بعد کسایی که کیندرگلد دریافت میکنن بیشتر دریافت میکنن. ترجم نکنید که واسه این ماه واسه هم بیشتر دادن. خب قانون بعدی این ویگ پلاستیک. این ویگ پلاستیک اب دم 1 یولی 2021 دورمه کین پرودکت ها از این ویگ پلاستیک مفر کافت بدن. گفته که از 3 یولی امسال اینویک پلاستیک میر فرکافر نه گفته که دیگه چجوری نمیشه گفت اینویک پلاستیک این ظرف های پلاستیکی یک بار مصرف که هستن و از 3 یولی امسال دیگه اجازه فروش ندارن. مثلا گفته این ظرف های پلاستیکی، بشقاب های پلاستیکی، لیوان های پلاستیکی و اینکه قاشق چنگال های پلاستیکی این رو میخوان کلن بردارن. قضیه اون به فونلیش و این هاست که واسه جهان بهتره، واسه طبیعت و اینا بهتره. این به پلاستیک این هم گفته که دیگه جمع میشه این چیزهایی یک بار مصرف، ظرفایی یک بار مصرف پلاستیکی. بعد ببینیم دیگه چی تغییر میکنم. CO2 پریس اب دم 1. یانوار ویت پرو آوزگشتوسنه تون CO2 این بخواه فون هوهر. خب این زیاد بسه ما مهم نیست. گفته که CO2 پریس هم بیشتر میشه. مثل هر تون سه و سوای 25 یورو هزینهش میشه واسه کلیما شوتس و اینا. خب بریم اینجا پرسونال آوسوایز. گفته که اینجا هزینه این که شما مثلا پرسونال آوسوایز بگیرید و واسه تون صادر بشه بالای 25 سال باشید 37 یورو میشه. اینم گرونتر شده. تا الان بوده 28 یورو 80 سنت ولی خب الان گرونتر میشه 37 یورو میشه وقتی شما بالای 24 سال باشید. بعد گفته که از 2 آگوست کسایی که واسه پرسونال آوز وایس درخواست میدن باید یه چیپ اضافی گفتی یه چیز چیپ اضافه ای باید دریافت میکنن داخل آوزوایزشون. خب اینجا پرسونال آوزوایز بود که گفتم هزینه آوزوایز هم گرونتر میشه اینجا بالای 25 سال بالای 24 سال باشید میشه 37 یورو. تا الان بود 28 و 80 سنت. این چیه؟ آو بشاینگو. آها گفته که از اول یانوار شما زمانی که مثلا شما کار میکنید تو مریض میشید از آرس از
دکتر اون شاینو که میگیرید یک شو باید بدید به صاحب کارتون، یک شو باید بدید به کرنکتون کاسه. گفته که از اول یانوار میتونید اونو دیگه لازم نیست برید پست کنید یا داخل پست اون کرنکتون کاسه بندازید. گفته که میتونید به صورت دیجیتال هم بفرستید این شاینو که از دکتر میگید. ولی خب واسه چیتون؟ واسه صاحب کارتون دیگه باید ببرید اونجا حضوری بدید. ولی خب نسبت به واسه به اون صاحب کارتون داره، شاید صاحب کارتون اون گفت با پست بفرستید یا چیز دیگه. خب بریم ببینیم که دیگه چی تغییر میکنه. الکترونیشه پاسینت نکته آبدم ارسل یانو کنن آله گزتشه فرزی شرطن اینه الکترونیشه پاسینت اکفون ایغن کنکن کسو ارهاتن. آها گفته که از اول امسال هم کسایی که بیمه هستن میتونن یه پرونده دیجیتالی از کنکن کاسشون دریافت کنن. البته این فایلی که دیگه بایدی نیست، هر کی خواست میتونه درخواست بده از کنکن کاسش و اینکه یه پرونده دیجیتالش رو دریافت کنه. خب بریم ببینیم دیگه چی تغییر میکنه که نسبتا واسه ما مهمه. گروندرنده. آها امسال از اول امسال هم گروندرنده تصویب شده، یعنی کسایی که کسایی هستن توی آلمان. پرنده هم خیلی سرسام میکنه. کسایی هستن توی آلمان که تو رنته رفتن، یعنی بازنشسته شدن و اینکه خیلی کم دریافت میکنن و واسه همین یک گون رنته ای تصدیق شده از امسال که از واسه کسایی که خیلی کم دریافت میکنن، واسه اون است که از یه حدی دیگه پایین تر نباشه که بتونن باهاش زندگیشون رو بگذرونن. اینجام گفته که آره همونه گفته که گونغنده بیشتر میشه. البته فکر نکنم شما فعلا بازنشسته شده باشه دیگه. خب این میتونه جالب باشه واسه دوستایی که کسایی که هارتسفیه میگیرن و از جاب سنتر حقوق میگیرن یا سوسیال. گفته که هارتسفیه هم بیشتر میشه، یعنی پولی که ماهانه میگیرید از اول امسال از استیان و 446 یورو ماهانه میشه، 14 یورو بهش اضافه شده. بعد اینکه دیگه این مختلفه دیگه، مثلا وقتی شما تنها باشید مثلا 446 یورو دریافت میکنید، ولی خب وقتی شما مثلا با پدر و مادر باشید بعد باز کمتر دریافت میکنید. بعد مثلا اگه شما مثلا با پدر و مادر باشید و سه تا بچه باشید کمتر مصرف میکنید، زیر 18 سال باشید بالای 18 سال باشید باز فرق میکنه. اینجور حساب و اون محاسبه ای که جاب سنتر یا سوسیال میکنه مثلا دیگه فرق میکنه. اینجوری نیست که مثلا شما با پدر و مادرتون باشید بعد همگی نفری 446 یورو ماهانه دریافت کنید، فرق میکنه اونجوری. بعد معمولا یه چیزی میدن، یه برگه ای که توش کامل حساب میکنن که هر نفر چقدر میگیره بهتون میدم، میتونید اون تون برگه ببینید که چجوریه. خب چی بود اینجا؟ اینجا گفتم که هارتسفیه هم پول سوشال جاب سنتر که کسایی که بیکار هستن و یا هنوز دنبال کارن و اینا بیشتر میشه. خب بریم ببینیم. این کومنش دویا در گروند فرای بتراک آزو در آن تل دست این کومن آفتن کنش تویدک
گستالت وردن میسن اشتایگ امسال سال 21 آف 9744 یورو تا الان بود 9408 یورو الان تقریبا 300 یورو به اضافه شده 9744 یورو گون فرای بتخال چیه؟ یعنی شما اینکه مثلا شما سالانه اگه زیر 9744 یورو درآمد داشته باشید یعنی کار میکنید سالانه که حساب میکنید میشه کمتر از 9744 یورو و اینکه شما به این مالیات نمیدید مالیات انکومن مالیات انکومنتون رو نمیدید وقتی بالای این بشید دیگه نسبت به اون حقوق که میگیرید باید مالیات بدید خب اینجا گفتیم که اینم بیشتر شد بریم میر بدیم مالیات مالیات ارزش افزوده خب گفته که اب ارست یانوام دوباره میورد اشتویا میشه 19% و 7% الان امسال یعنی سال قبل سال 2020 اینجوری بود که به خاطر کرونا چون خیلی مغازه بسته بودن خیلی شرکت ها بسته بودن نمیتونن کار کنن اینا مالیاتی که مالیات ارزش افزوده که میدادن 16% شده بود و 5% شده بود ولی خب از اول امسال دوباره برگشت به همون 19% و 7% بعد دیگه چی؟ دیگه چیز خاصی دیگه اینجا فکر نکنم باشه دیگه همینا چیزای اصلیش بودن رو بعد اگه باز اینو کامل بخواین خودتون ببینین باز لینکش زیر همین ویدیو میذارم دیگه که باز با جزئیات کامل بخونید ببینید لغاتشو تو سایت خود ZDF خیلی خوب فکر کنم به پایان رسیدیم دیگه باشم خب دوستان به پایان یکی دیگه از قسمت‌های لغت روز رسیدیم امیدوارم مورد استفاده قرار گرفته باشه امسال خیلی چیزا تغییر میکنه اینجوری که دیدیم و اینکه موضوع خودتون باشید تا دهه یانوه لاکداونه ببینیم بعد از دهه یعنی یانوه چی میشه و اینکه واکسن کرونا رو دارن میزنن حالا انشاءالله همگی امیدوار باشیم که زودتر از این دست کرونا خلاص بشیم موفق و پیروز باشید تا دیداری بعد خدا نگهدار